فهرست تاریخ اسکندر در یک ورق. سکندر که شاه جهان گرد بود، به کار سفر توش پرورد بود. جهان را همه چار حد گشت و دید، که بی چار حد ملک نتوان خرید. به هر تختگاهی که بنهاد پی، نگه داشت آیین شاهان کی. به جز رسم زردشت آتش پرست، ندادان دگر رسم ها را زده است. نخستین کس او شد که زیور نهاد، به رومندرون سکه بر زر نهاد. به فرمان او زرگر چیره دست، تلیهای زر بر سر نقره بست. خردنامه ها راز لفظ دری، به یونان زبان کرد کسوتگری. همان نوبت پاس در صبح و شام، همان نوبت پاس در صبح و شام، ز نوبتگه او برآورد نام. به آینه شد خلق را رهنمون، ز تاریکی آورد جوهر برون. زدود از جهان شورش زنگ را، ز دارا ستد تاج و اورنگ را. ز سودای هند و ز صفرای روس، فروش است عالم چو بیت العروس. شد آینه چینیان رای او، سر تخت کیخسروی جای او. چو عمرش ورق راند بر 20 سال، به شاهنشاهی بر دهل زد دوال. دویم ره که بر 20 افزود 7، به پیغمبری رخت بربست و رفت. از آن روز کو شد به پیغمبری، نبشتند تاریخ اسکندری. چو بر دین حق دانش آموز گشت، چو دولت بر آفاق پیروز گشت. بسی حجت انگیخت بر دین پاک، امارت بسی کرد بر روی خاک. به هر گردشی گرد پرگار دهر، بنا کرد چندین گرانمایه شهر. ز هندوستان تا به اقصای روم، برانگیخت شهری به هر مرز و بوم. همو داد زیور سمرقند را، سمرقند نی کانچنان چند را. بنا کرد شهری چو شهر هری، کز آن سان کند شهر کردن کری. درو بند اول که در بند یافت، درو بند اول که در بند یافت، به شرط خرد زان خردمند یافت. ز بلغار بگذر که از کار اوست، به ناگاه اصلش بن غار اوست. همان سد یأجوج از او شد بلند، که بست آنچنان کوه تا کوه بند. جز این نیز بسیار بنیاد کرد، که از این بیش نتوان از او یاد کرد. چو از ما آمد آن پیکر پاک را، بگو امیر حسین. احتمال هست بلغار بگذر که از کار اوست، بناگاه اصلش بن غار اوست. آره، اصلا وقتی میخوندم دیدم ناگاه معنی نداره، ولی به ذهنم نرسید که درستش چیه. ممنون. بناگاه اصلش بن غار اوست. چو از ما آمد آن پیکر پاک را، که بخشش کند پیکر خاک را. صلیبی خطی در جهان برکشید، از آن پیش کاید صلیبی پدید. بدان چار گوش خط اطلسی، برانگیخت اندازه هندسی. یکی نوبتی چار حد برفراخت، که بر 9 فلک 5 نوبت نواخت. به قطب شمالی یکی میخ اوی، به عرض جنوبی دگر بیخ اوی. تنابی از این سوی مشرق کشید، تنابی دگر زو به مغرب رسید. بدین طول و عرض اندر این کارگاه، کرا بود دیگر چنان بارگاه. چو عزم جهان گشتن آغاز کرد، به رشته زدن رشته ها ساز کرد. ز فرسنگ و از میگ و از مرحله، و دستی زمین را نکردی یده. و دست یعنی وجب برای دوستان. جانم امیر حسین، این سوال رو یه بار دیگه هم پرسیده بودم، حالا ولی یادم رفته. این جریان قطب شمال چیه؟ آره، یه بار دیگه هم پرسیده بود، یادمه. شما الان حضور ذهن تو جواب بدی؟ نه تو هر چی بگم من امدیه. یعنی واقعا موقع قطب شمال رو میدونستن؟ همون قاعدتا نمیدونستن قطب شمال. عرض جنوبی که میگه قاعدتا یه کفی در نظر داره دیگه، حالا هر چی هست. اصلا قطب اگر که ما
ندونیم که زمین دور خودش میگرده. خب ما دو تا قطب داریم دیگه، یه قطب مغناطیسی داریم که قطعا نمیدونستن، یه دونه هم قطب در واقع حالا نمیدونم اسمش چیه، یکی هم به محور گردش زمینه که اونم باز نمیدونستن اون موقع. چون اگه فقط فرض کنی که زمین کره است ولی دور خودش نمیچرخه، این به تو نمیدهد قطب، هر نقطه میتونه قطب باشه دیگه، همه نقاط با هم همعرضن، درسته؟ من یه تصوری دارم که این در واقع اسم اون ستاره اول قطب بوده، آها، ستاره قطبی قطبه دیگه توی متون قطبی. قدیمی، و احتمالا این مشاهده رو مسافرها یا مثلا اینایی که مسالک و ممالک می نوشتن، این مشاهده رو داشتن که هرچی نزدیکتر، هرچی شمالتر میرن تکون این کمتر میشه، جابجاییش کمتر میشه، شاید تصویری از اینه. ستاره قطبی به فارسی در متون قدیم اسمش چیه؟ هم قطب یکیش قطبه، یکی از نام ها قطبه. وقتی میگن قطب یعنی ستاره قطبی. آره اینجوری هم هست، حالا به جز اینو نمیدونم، ولی این هم هست. آها، یعنی در قطب آسمانه و نه قطب زمین، اینجا رو نمیدونم. چون قطب یعنی نقطه‌ای که تحرک نمیکنه دیگه. آره الان آره دیگه، یادم اومد توی قطب رو توی وقتی خونده بودیم، یه منطقه‌ای از آسمانی که حرکت نمیکنه چیزاش، معنی قطب نشینش. آره عملا هم واسه همین استفاده میکنن برای رفتن به شمال دیگه، در نیم کره دقیقا شمالی. آها، ربطی بس به قطبای زمین نداره، قطبای آسمونه. فهمیدم. مساحتگران داشت اندازه گیر بخونم بفهمید، معذرت میخوام، بفهمید. مساحتگران داشت اندازه گیر، بر آن شغل بگماشته صد دبیر، رسن بسته اندازه پیدا شده، مقادیر منزل هویدا شده، ز خشکی به هر جا که زد بارگاه، ز منزل به منزل به پیمود راه، وگر راه بر روی دریاش بود، طریق مساحت مهیاش بود، دو کشتی به هم باز پیوسته داشت، میان دو کشتی رسن بسته داشت، یکی را به لنگرگه خویش ماند، یکی را به قدر رسن پیش راند، دگر باره این بسته را پای داد، شتابنده را در سکون جای داد، گهان را گهین را رسن تاختی، خطر بین که از اینسان رسن واختی، بدین گونه مساح منزل شناس، ز ساحل به ساحل گرفتی قیاس. بگو امیر حسین اینو معنی میکنه این کلا چی شد؟ داره چی میگه کار که میکنه؟ داشت زمین رو مساعد میکرد، خب اینور چیز بس بود، وقتی که میگو به آب میرسید، دو تا کشتی بودن با یه تنابی بندی وصل بودن، اینا مثلا یکی جلوتر میرفت، بعد اون وای میساد این میرفت. مثلا من اینجوری برداشت میکنم که مثلا مثل یه پرگاری که مثلا دو سمتش یکی این پایه میشه، اون یکی میچرخه و اون یکی زنده باد. میچرخه و اینجوری دارن جلو میرن. و حالا مطالعات ریاضیش چجوری بود، مطالعات هندسیش که مثلا مسئله تو اینجوری حساب میکردن، لابد روش راحت تری بوده براش اینجوری. گهین را گهان را رسن تاختی، خطر بین که از اینسان رسن باختی، بدین گونه مساح منزل شناس، ز ساحل به ساحل گرفتی قیاس، جهان را که از غم به راحت کشید. آره دیگه منطقیه دیگه، چون الان فکر میکنیم مثلا تصور اینه که مثلا از این ساحل به اون ساحل بخواد اندازه بگیره که چقدره، خب طول رو به این معنا که مثلا اول به ذهنت میاد یه تنابی باشه، خب خیلی مساحت زیاد بوده، با یه تناب محدودی میخواد اندازه رو اندازه گیری بکنه. این سیستم سرعت و زمان رو چیز نداشتن دیگه که مثلا با این روش در واقع دلتا ایکس رو به دست بیارن، اینجوری به دست می آوردن. ولی واقعیه این که میگه خیال نیست، نمیدونم جاها کشتیه که رو نمیدونم دو وای ولی میسه که قشنگه، خیالم اگه باشه جالب. خیال قشنگیه، خیال قشنگیه، ولی فکرم عملا قابل انجام نمیشه، چون کشتی که وای نمیتونه سر یه نقطه دقیقا وایسه که همیشه. گره دریایی نبوده اون، یعنی این حرکت گره زدن یعنی فکر کنم چی؟ اینو باید زودتر بفهمن دیگه. این تناب هایی که اصطلاح گره دریایی، تناب درازیه که گره گره دیگه، و اینجوری تو میفهمی که چقدر رفتی. حالا بعد این تبدیل به معانی دیگه ای هم میشه، ولی فکر میکنم این
چیز تره، منطقی تره که همون موقع هم بدونن. خوب ما اوکی جالبه. باید تخمینی میشه دیگه، حالا که کش آره تنبایی آره نمیشه. مسیح چی بهتری میشه. آره. بعدش هم حالا مثلا ساحل های خیلی دور از همون که اندازه نمیگرفتن. آره دیگه این وره مثلا دیگه نیل تا اون وره نیل. اوکی جالبه، خیلی جالبه. جهان را که از غم به راحت کشید، بدین هندسه در مساحت کشید. زمین را که چند است و ره تا کجاست، ترازوی تدبیر او کرد راست. همان ربع مسکون از او شد پدید، بدان مسکن از ما که داند رسید. به هر مرز و هر بوم کوران رخش، از آبادی آن بوم را داد بخش. همه چاره ای کرد در کوه و دشت، چون مرگ آمد از مرگ بیچاره گشت. ز تاریخ آن خسرو به تاجدار، اون ربع مسکون که گفتم میتونه ربع مسکون هم باشه، برای آیندگان میگم که آخر هر دوش معنی داره. ز تاریخ آن خسرو به تاجدار، به کار آمد به کار آمد این است کامد به کار. جز این هرچی در خارش آرد قلم، سبک سنگی باشد از بیش و کم. چون نظم گزارش بود راهگیر، غلط کردن ره بود ناگزیر. مرا کار با نغز گفتاری است، همه کار من خود غلطکاری است. ولی هرچه ناباورش یافتم، ز تمکین او روی برتافتم. گزارش چنان کردمش در ضمیر، که خوانندگان را بود دلپذیر. بسی در شگفتی نمودن طواف، عنان سخن را کشد در گزاف. وگر بی شگفتی گذاری سخن، ندارد نوی نامه‌های کهن. سخن را به اندازه ای دار پاس، که باور توان کردنش در قیاس. سخن گر چو گوهر برآرد فروغ، چون ناباور افتد نماید دروغ. دروغی که ماننده باشد به راست، به از راستی که از درستی جداست. نظامی سبک باش، یاران شدند تو ماندی و غم غمگساران شدند. سکندر شه هفت کشور نماند، نماند کسی چون سکندر، نماند کسی چون سکندر نماند. مخور می به تنها بر این طرف جوی، حریفان پیشینه را بازجوی. گرایند حاضر میت نوش باد، وگرنی حسابت فراموش باد. به 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 به. آقا میگم علی نرو پایین، برو همون اول چیز. ای بابا. آها، دروغی که ماننده باشد به راست، به از راستی که از درستی جداست. این همین رو قابوسنامه هم داشت دیگه، سعدی هم داره دیگه. باور خیلی چیز بوده دیگه، رایجی بوده. خب بفهمید. رغبت نظامی به نظم شرف نامه، ساقی نامه. بیا ساقی از خنب دهقان پیر، می در قدح ریز چون شهد و شیر. نه آن می که آمد به مذهب حرام، می کسل مذهب بدو شد تمام. بیا باغبان خرمی ساز کن، گل آمد در باغ را باز کن. نظامی به باغ آمد از شهر بند، بیا رای بستان به چینی پرند. ز جعد بنفشه برانگیز تاب، سر نرگس مست برکش ز خواب. لب قنچه را کایدش بوی شیر، ز کام گل سرخ دردم عبیر. سهی سر را یال برکش فراخ، به قمری خبر ده که سبز است شاخ. یکی مژده ده سوی بلبل به راز، که مهد گل آمد به میخانه باز. ز سیمای سبزه فروشوی گرد، که روشن به شستن شود لاجورد. دل لاله را کامد از خون به جوش، فرو مال و خونی به خاکی بپوش. یا خونی به خاکی بپوش. سر نسترن راز و موی سپید، سیاهی ده از سایه مشک بید. لب نارون را میالود کن به خیری، زمین را زرندود کن. خیلی گل زردیه، خیلی هم خوشگل. سمن را درو دیده از ارغوان، روان کن سوی گلبن آب روان. به نورستگان چمن باز بین، مکش خط در آن خطه نازنین. ز
به سرسبزی از عشق چون من کسان، به سرسبزی از عشق چون من کسان، سلامی به هر سبزه ای میرسان. هوا معتدل بوستان دلکش است، هوای دل دوستان زان خوش است. درختان شکفتند بر طرف باغ، برافروخته هر گلی چون چراغ. به مرغ زبان بسته آواز ده، که پرواز و پارینه را سازده. سراینده کن ناله چنگ را، درآور به رقص این دل تنگ را. سر زلف معشوق را طوق ساز، درفکن بدین گردنان طوق باز. درفکن بدین گردنان طوق باز، ریاحین سیراب را دسته بند. برفشان به بالای سرو بلند، از آن سیم گون سکه نوبهار. درم ریز کن بر سر جویبار، به پیرامون برکه آبگیر. ز سوسن بیفکن بساط حریر، در آن بزمه خسروانی خرام. درفکن می خسروانی به جام، به من ده که می خوردن آموختم. خورم خاصه کز تشنگی سوختم، به یاد حریفان و قربت گرای. کز ایشان نبینم یکی را به جای، چو دوران ما هم نماند بسی. خورد نیز بر یاد ما هر کسی، به فصلی چنین فرخ و سازمند. به بستان شدم زیر سرو بلند، ز بوی گل و سایه سرو بن. به بلبل در آمد نشاط سخن، به گل چیدن آمد عروسی به باغ. فروزنده رویی چو روشن چراغ، سر زلف در عطف دامن کشان. ز چهره گل از خنده شکرفشان، رخی چون گل و بر گل آورده خوی. به من داد جامی پر از شیر و می، که بر یاد شاه جهان نوش کن. جز این هر چه داری فراموش کن. نشستم همی با جهان دیدگان، زدم داستان پسندیدگان. به چندین سخنهای زیبا و نغز، که پالودم از چشمه خون و مغز. هنوزم زبان از سخن سیر نیست، چو بازو بود باک شمشیر نیست. بسی گنجهای کهن ساختم، در او نکته‌های نو انداختم. سوی مخزن آوردم اول بسیچ، که سستی نکردم در آن کار هیچ. و از او چرب و شیرینی انگیختم، به شیرین و خسرو در آمیختم. و از آنجا سراپرده بیرون زدم، در عشق لیلی و مجنون زدم. و از این قصه چون باز پرداختم، سوی هفت پیکر فرستاختم. کنون بر بساط سخن پروری، زنم کوس اقبال اسکندری. سخن رانم از فر و فرهنگ او، برافرازم اکلیل و اورنگ او. پس از دورهایی که بگذشت پیش، کنم زندش از آب حیوان خویش. سکندر که راه معانی گرفت، پی چشمه زندگانی گرفت. مگر دید که از راه فرخندگی، شود زنده از چشمه زندگی. سوی چشمه زندگی راه جست، کنون یافت آن چشمه کانگاه جست. چنین زد مثل شاه گویندگان، که یابندگانند جویندگان. نظامی چو می با سکندر، چه تعبیر زیبایی کرد از این که آب حیوان رو پیدا کرد اسکندر همراه با خضر. من نظامی که الان این چیز کردم، او رو تا ابد زنده کردم، و انگار اسکندر الان اون آب پیدا کرد و خورد و نوشید. من دارم آره، خیلی درخشان بودین چیزش این چند بیت. آره این این مضمون رو که آقا ما شاعریم که شاه رو زنده میکنیم، و توی هفت پیکر هم یه جا گفته بود، هرچی فکر کنم یادم نمیاد چی بود دقیقا حرفش. در نصر هم بود دیگه، این مورخ هم این نوشابه رو همه بس خودشون باز میکنن. آره ابن راوندی هم بود. آره. مرسی که خرابش کردی. کلا تمام ابیات نظامی که خودشو خطاب میکنه درخشانه. نظامی فلان. آره. بخون. چنین زد مثل شاه گویندگان، که یابندگانند جویندگان.
نظامی چو می با سکندر خوری نگه داردب تازه خود برخوری چو همخان خضری بر این طرف جوی به هفتاد و هفتاب لب را بشوی. آغاز داستان. سکندری خوردن یعنی چی؟ چرا رفتی داره به اینجا؟ سوالی سخت میپرسی، سوالی که هر کدوم محتاج یک چیز پژوهشه. نه من واقعا نمیدونم سوال واسم. من سوال جالبیه سکندری خوردن. تو لحظه که داشتی تاریخ میخوندی امشب یه اسم شهری رو برد خوندی که اسم عجیبی بود، گفتی مثلا خرتبرد. من فکر کردم اصلا خرتوپرت باشه، اصلا یه هنچه اومده باشه مثلا. لازمه که آدم بره مثلا چیز کنه دیگه، پژوهش کنه ببینه که ربطی داره یا نداره. مثل اون اولدروم بولدرومی که سامان توی گروه گذاشت. حالا که تو این بحث خرتوپرت و اولدروم بولدروم شو، من هم یکی بگم. شروور میدونی از کجا اومده؟ نه. از شقی وقی فرانسه اومده. چه باحال. به همین معنی؟ آره. سامان بگو. شقی وقی یعنی دقیقا شروور. تو یه اصطلاح فرانسه هست. امید واسه من خیلی قابل اعتماده. امید سکندری رو نوشته حاصل مستر. شاید سکندردن مثلا نمیدونم. شاید واقعا مستریه که سکندری ازش مونده. پیداش نمی کنم الان. صرفا دارم چون امید رو من با اعتماد می کنم برخلاف بقیه. بخونم. حوصله دارین؟ 8 دقیقه وقت داریم. آقا باشه تا سر آغاز داستان. فردا بخونم برش. منم موافقم باشه تا سر داستان. خوشوش فردا شب اول اسکندرنامه بخونیم که داره حقش ضایع میشه. منم موافقم. آقا سامان این کتاب چیزو بفرست برای من که بذارم توی گروه. بله برم بگیرم. چشم. الان یه ساعت میذارم که یادم بیاد. سامان خیلی با اشتها میگه منم موافقم. دست در نکنه مرزاد. خواهش میکنم. علی چراغ رو خاموش کن، من و امیر حسین هستیم، هر کی میخواد بره بره دوباره. سفر قهرمانیان واسه از لایو قطع کن، چیزو قطع کنم. حتما خاموش نمیذارم.